میه سال 1396 اول صبح زنی سراسیمه وارد اداره پلیس میشه زن با ظاهری به هم ریخته و چهره آشفته از معمور میخواد تا شکایتی رو ثبت کنه این طور میگه که من پولم رو برای سرمایه گذاری به یه پسری دادم ولی الان هرچقدر با اون تماس میگیرم جوابم رو نمیده به محلی که قرارداد رو انجام دادیم رفتم ولی اونجا خالی بود از اهالی ساختمون پرسیدم ولی گفتن اینجا خیلی وقت خالیه زن با خواهش و تمنا از پلیس میخواد تا کمکش کنن پلیس پرونده تشکیل میده و شکایت زن رو ثبت میکنه پلیس برای اطلاعات بیشتر لازم بوده تا نحوه آشنایی با این کلاهبردار رو بفهمه. بازپرس پرونده از زن میپرسه که برای اینکه بتونیم بهتون کمک کنیم و سرمایتون رو بهتون برگردونیم شما باید صادقانه هرچی در مورد این فرد میدونید رو بهمون به بگید. اینکه چطور آشنا شدید این فرد هم دستید داشته ظاهر فرد طی کلاهبرداری چه چیزهایی رو در موردش فهمیدید زن میگه که من حدودا 6 سال پیش همسرم رو توی تصادف از دست دادم با فروش چندی که زمینی که همسرم به ارث برده بود خودم هم یه مغازه به هم ارث رسیده بود که اون رو هم فروختم این پول ها رو توی بانک گذاشتم همسرم در طول زندگیش تونسته بود یه مقدار پول پس انداز کنه بعد از اینکه دیگه همسرم و پول بیمه رو گرفتم اونها رو هم توی بانک گذاشتم همه اینا حدودا بیشتر از یک میلیارد و دیویس میلیون میشد از سودی که از بانک میگرفتم گرفتم تعمیم می ولی این فکر توی ذهنم بود که این پول رو بیشتر کنم وقتی که توی دیوار آگهی سرمایه گذاری دیدم تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم توی آگهی از یه مجموعه نام برده شده بود که نحوه سرمایه گذاری سودده رو به مشتریاش توضیح میده و بهشون میگه که کجاها میتونن سرمایه گذاری کنن و کجاها ارزش سرمایه گذاری نداره اول از چت دیوار با فردی از مجموعه صحبت کردم و قرار گذاشتیم تا توی دفتر ملاقاتش کنم تا نحوه سرمایه گذاری و انجام معامله رو به هم توضیح بده چهار روز بعد به دفتر مجموعه رفتم دفتر توی یه ساختمون خیلی شیک توی منطقه خیلی خوب بود توی واحدی در طبقه سوم این ساختمون قرار داشت از دیدن ساختمون این فکر به ذهنم اومد که حتما در این زمینه با تجربه اند و از این مسائل سر در میارن فردی که در رو برون باز کرد پسری بود که خودش رو صاحب مجموعه معرفی کرد من وارد دفتر شدم و نشستیم و در مورد نحوه سرمایه گذاری مقدار سرمایه و بازار مناسب سرمایه گذاری صحبت کردیم توی همین صحبت اولیه این پسر که حدوداً سی و یا دو سالش بود خیلی با اطمینان و با جزئیات و صادقانه داشت من رو راهنمایی میکرد بهش اطمینان کردم و موضوع رو باهاش در میون گذاشتم گفتم من حدود 700 میلیون تومن پول دارم که میخوام سرمایه گذاری کنم ازش خواستم تا بازار مناسب برای سرمایه گذاری رو به هم معرفی کنه پسر شروع کرد توضیح دادن در مورد بازار ملک و بازار طلا ارزش سرمایه گذاری رو گفتش که این دوتا بازار بهم به دارن به پیشنهاد داد که میتونی ملک بخری ولی من اینو پیشنهاد نمی کنم فکر میکنم بهتر باشه که طلا بخری در دراز مدت سود بیشتری داره میتونی ازش استفاده هم بکنی پیشنهادش قبول کردم و سه یا چهار روز بعد برنامه‌ریزی و تحقیق کردیم تا محل مناسب برای خرید طلا رو پیدا کنیم خوشبختانه زود یه مرکزی رو پیدا کردیم برای خرید طلا قرار ملاقات رو گذاشتیم و فردای اون روز به این مرکز رفتیم پسر ادعا می کرد که اونجا رو از اینترنت پیدا کرده ولی وقتی وارد این مرکز شدیم پسر خیلی صمیمی با فردی که اونجا بود سلام و احوال پرسی کرد من فکر کردم با هم آشنا هستن اما نمیدونستم چرا پسر گفته که اونها رو نمیشناسه با این حال دو سه ساعت وقت گذاشتن کارهاشون رو معرفی کردن و مشخصاتشون رو گفتن بعد از اینکه انتخابام رو انجام دادم قرار شد تا تاریخی که مشخص کردیم اونها رو حاضر کنن شماره حسابی هم بهمون به دادن تا پول رو براشون واریز کنیم طبق قرار ما خورد خورد پول رو واریز می کردیم و اونها هم به همون اندازه طلاها ها رو آماده می کردن و تحویل می دادن. اما مشکل اینجا بود که من طلاها ها رو ندیدم و از روی کاتالوگ اونها رو انتخاب کردم در از توی اون مرکز طلای آماده وجود نداشت و اکثرا کاتالوگ بود کمی دو به شک بودم که قابل اطمینان هستن یا نه اما این پسر به هم اطمینان داد که من سابقه شون رو چک کردم قابل اطمینانن و کار خوبی ارائه میدن توی همون هفته دوستم که ساکن یه شهر دوره به هم تلفن کرد و گفت که میخواد چند روزی بیاد به هم سر بزنه به پسر خبر دادم و گفتم من این مدت مهمون دارم سرم شلوغ میشه و نمیتونم بیام مجموعه تا پور رو برای مرکز طلا واریز کنیم اول سعی کرد متقاعدم کنه که اگه دیر پور رو واریز کنیم امکان داره سفارش طلاها رو کنسل کنند. اما من نمیخواستم بذارم که کسی بدونه که دارم سرمایه گذاریم میکنم تا پولم رو بیشتر کنم برای همین باهاش مخالفت کردم و گفتم ایرادی نداره میتونیم دوباره به این مرکز سر بزنیم و سفارششون رو بدیم پسر با اینکه صداش از پشت تلفن عصبی به نظر میرسید ولی قبول کرد. دوستم عصر همون روز به شهرمون رسید. من برای اینکه از ترمینال بیارمش خونم با ماشین دنبالش رفتم اونقدر از دیدن دوستام خوشحال بودم که یادم رفت قرار گذاشته بودیم به مرکز خبر بدیم که پول رو دیرتر واریز میکنیم دوستم بعد از 6 هفت روز برگشت شهر خودش من به پسر تلفن کردم تا بریم بانک و پول رو واریز کنیم ازش پرسیدم اشکالی نداره که به مرکز خبر ندادیم که پول رو دیرتر واریز میکنیم پسر گفت نه ایرادی نداره میتونیم الان واریز کنیم بعد من بهشون زنگ میزنم تا سفارش ها رو برای تحویل آماده کنم بعد هم پیشنهاد داد که 700 میلیون رو یکجا واریز کنیم تا اونها هم سریعتر سفارش ها رو آماده کنن منم که فکر میکردم هر چی پسر میگه از روی دانش و تجربه از حرفش رو عمل کردم پول رو به حساب فردی به نام فرید انتقال دادیم پسر بعد از اینکه از بانک بیرون اومدیم به هم گفت منتظر باشم تا با مرکز تماس بگیره همینطور گفت که فردا به هم زنگ بزنه و خبر میده که کی به اونجا بریم و طلاها رو تحویل بگیریم منم صبت کردم تا به هم زنگ بزنه یه روز گذشت زنگ نزد روز دوم هم زنگ نزد نگران شدم که اتفاقی افتاده باشه برای همین به دفتر اون مجموعه رفتم هرچقدر به گوشیش زنگ میزدم بر نمیداشت در مجموعه را هم باز نمیکرد از همسایا پرسیدم که صاحب مجموعه کی میاد یا ازش آدرسی هست اونها گفتن صاحب این واحد خیلی وقته که ایران نیست و خارج زندگی میکنه گفتم پس کسی که این چند وقت توی این مجموعه بود کیه اونا گفتن ما این فرض رو نمیشناسیم ولی خودش رو از آشناهای صاحب واحد معرفی کرده بود از حراست ساختمون هم سوال کردم از مدیریت هم پرسیدم اونا هم حرف همسایه ها رو تکرار کردند. ولی مدیر ساختمون یه آدرس هم ازش داشت آدرس رو ازش گرفتم و در خونش رفتم هرچقدر در زدم و زنگ زدم کسی در رو باز نکرد پلیس اظهارات این زن رو یادداشت میکنه مامورا از دادگاه حکم تفتیش درخواست میکنن و بعد از رسیدن حکم به در واحد مجموعه میرن بعد از بررسی اسناد و مدارک باقی مونده در واحد معلوم میشه که این واحد اصلا برای مجموعه سرمایه گذاری نبوده اسناد و پرونده هایی که در واحد پیدا میشه مربوط به دندان پزشکی می شده از مدیریت ساختمون درخواست میکنن که صاحب اصلی واحد چه کسیه و اون رو معرفی بکنه معلوم میشه که صاحب اصلی دندون پزشکیه که برای زندگی به اروپا رفته و این واحد حدودا دو ساله که خالیه پلیس در مورد فردی که این چند وقت توی واحد رفت آمد میکرده از اهالی میپرسه اونها همون حرفایی رو که به اون زن زده بودن به پلیس هم میگن مامورا بعد از جمعوری هارد دوربین های امنیتی ساختمون و انتقال اونها به اداره پلیس از ساختمون خارج میشن پلیس که به جعلی بودن هویت پسر مشکوکه از روی دوربین های امنیتی چهره و صدای پسر رو ضبط میکنه و برای پیدا کردن هویت اصلی پسر از اونها استفاده میکنه کمی طول میکشه تا پسر شناسایی بشه در این مدت پلیس با حکم تفتیش سراغ خونه ی این مرد میره اما اونجا با توجه به آثار به مونده چند روزی بوده که کسی رفت آمد نداشته مامورا از همسایه ها در مورد این پسر سوال میکنن خیلی از اونها این پسر رو ندیده بودن ولی بعضی هم که اون رو دیده بودن میگفتن صحبت زیادی باهاش نداشتن و اطلاع کمی از رفت و آمدها و شغل این پسر داشتن معمورا به سراغ مشاور املاکی میرن که خونه رو به این پسر اجاره داده صاحب املاکی میگه که پسر چند روز پیش با اینکه زمان قراردادش هنوز تموم نشده بود برای تحویل خونه به مغازم اومد گفت که مشکلی براش پیش اومده و حتما باید به پیش خانوادهش توی یه شهر دیگه بره کلید خونه رو تحویل داد و از جلوی مغازه سوار ماشین شد و رفت قرار شده بود اصر همون روز پول پیشش رو براش واریز کنم بعد از اون به هم زنگ زد و گفت که پول رو دریافت کرده و دیگه ازش خبری ندارم معمورا اظهارات این افراد رو هم یادداشت میکنن. از طرفی آدرس مرکز طلا فروشی رو هم از این زن میگیرن و به اونجا میرن. پلیس به مسئول و مدیریت این مرکز میگه که شما در این پرونده نقش داشتین، لازمه که به سوالهای ما جواب بدین مامورا مشخصات افرادی که این اتفاق براشون افتاده رو میگه و میگه که چه اتفاقی هم افتاده. مدیر این مرکز طلا فروشی میگه که درسته این آقا به من زنگ زده بود و قرار ملاقات گذاشته بود. فرداش با یه خانمی اومد و به ارزش 700 میلیون تومن طلا سفارش داد قرار گذاشتیم که بعد از اینکه پول رو به حساب مرکز واریز کردن سند و مدرک بیارن و طلاها رو از مرکز تحویل بگیرن اما چند روز گذشت و اونها به مرکز نیومدن معاون این مجموعه میگه من برای پیگیری به این پسر زنگ زدم ولی اون تلفنش رو جواب نداد چند روز بعد دوباره بهش زنگ زدم ولی باز هم تلفنش رو بر نداشت تاریخ تماسایی که با پسر گرفته بودن رو اونها به ماموران نشون میدن و معلوم میشه توی هفته ای بوده که دوست زن به خونه اون اومده پلیس درباره ارتباط تلافروشی و پسر از اونها سوال میکنه مدیر تلافروشی میگه که ما اصلا این پسر رو نمیشناختیم اولین باری هم که باهاش ملاقات کردیم و روزی بود که قرار ملاقات برای سفارش طلا گذاشته بودیم پلیس اسناد و مدارک همچنین فیلم های ضبط شده دوربین های امنیتی تلافروشی رو بررسی میکنه معلوم میشه کارمندها و مدیریت تلافروشی حقیقت رو گفتن. زنی که پولهاش رو از دست داده از مدیر تلافروشی میپرسه که شما شماره حسابی که به ما دادیم به نام فردی به اسم فرید بوده مدیر تلافروشی تعجب میکنه و میگه نه ما اصلا همچین کسی رو توی مجموعمون نداریم زن به پلیس میگه که من اون موقعی که پول رو واریز میکردیم شماره حساب رو ندادم این پسر بود که شماره حساب رو توی فرم بانک نوشت من اون موقع حواسم به کاغذهایی بود که پسر بهم داده بود میگفت این نمودارها نشون میده که در ما و سالهای آینده چقدر سود میکنم پلیس متوجه میشه که این پسر با این کارش حواس زن رو پرت کرد و به جای شماره حساب طلا فروشی شماره حساب خودش رو در فرم نوشته و به بانک تحویل داده معمورا بعد از ثبت اظهارات همه ای این افراد و اضافه کردن اون به پرونده شماره حساب این پسر رو مسدود میکنن متاسفانه اما دیر شده بوده این مرد همه ای پول ها رو از حسابش برداشته و حسابش خالیه مامورا تحقیقات گسترده برای پیدا کردن این پسر شروع میکنن و عکس این پسر و مشخصات کاملش به پلیس گشت و نیروهای انتظامی داده میشه این پسر ممنوع خروج میشه تا نتونه از کشور خارج بشه یک هفته اما از شکایت این پرونده میگذره که مشخص میشه زنی که 700 میلیونش رو این پسر بالا کشیده تنها کسی نیست که ازش کلاه برداری شده دو مرد و یک زن دیگه هم توسط این پسر پولشون رو از دست دادن پلیس از این افراد هم بازجویی میکنه و مشخص میشه که اونها هم با دیدن آگهی در دیوار درباره سرمایه گذاری با این فرد آشنا شدن اونطور که مشخصه این پسر پیش این افراد هم آدم معقولی جلوه می کرده تا اعتماد اونها رو به خودش جلب کنه از یک مرد و زن با پیشنهاد خرید ملک و زمین مبلغهای 800 میلیون تومن و 950 میلیون تومن کلاهبرداری میکنه و از مرد دیگه هم با پیشنهادی که به این زن داده مبلغ یک میلیارد تومن کلاهبرداری میکنه شکایت های این سه نفر به همراه اظهاراتشون در پرونده ثبت میشه حدودا 12 روز بعد اتفاق عجیبی اما میفته در یکی از منازل در جردن تهران اما درگیری رخ داده و فردی مجروح شده پلیس وقتی به محل میرسه متوجه میشه که نیروهای امدادی فرد مجروح رو به بیمارستان منتقل کردن اهالی محل که متوجه این اتفاق شده بودن مزنون رو دستگیر کردن و تا اومدن پلیس نگهش داشتن تا فرار نکنه پلیس در محل حادثه متوجه مسئله جالبی میشه کسی که به صاحب این خونه حمله کرده و اون رو زخمی کرده همون دکتر اقتصاد قلابیه که پول اون دو مرد و دو زن رو با کلاهبرداری بالا کشیده پلیس بررسی خودش رو شروع میکنه و متوجه میشه که صاحب خونه زنی حدودا 48 سال است که گویا مطلقه است و تنها زندگی میکنه پلیس از اهالی محل پیگیر موضوع میشه مشخص میشه که از خونه سر و صدای زیادی می اومده و همین توجه همسایه ها رو جلب میکنه بعد از چند دقیقه هم پسری سعی داشته با عجله از خونه خارج بشه که همسایه ها اون رو نگه میدارن این پسر سعی داشته از دست خالی خودش رو خلاص کنه و فرار کنه اما موفق نمیشه همسایه ها داخل خونه میرن و متوجه میشن که سابخونه زخمی و بیهوش روی زمین افتاده با نیروهای امدادی و پلیس هم تماس میگیرن یکی از اهالی میگه که من خونم روبروی این خونه است سر و صدای که از خونه می اومد نظرم رو جلب کرد از پنجره داشتم به این خونه نگاه میکردم دیدم صدای شکستن و کوبیدن میاد برای همین با عجله اومدم پایین و به سمت این خونه اومدم هنوز کامل از کوچه رد نشده بودم که دیدم این پسر از در حیات خارج شد تا حالا توی این محل ندیده بودمش دستش یه کیف چرمی بود دست دیگرش هم یه چاقوی زامندار که روش خون بود با دیدن پسر مطمئن شدم که توی خونه دعوای اتفاق افتاده پسر همین که در رو بست میخواست سوار ماشین بشه که نذاشتم به زور نگهش داشته بودم و همسایه ها رو صدا میکردم که بیان بگیرنش همسایه ها از خونهشون بیرون اومدن و تونستیم که این پسر رو بگیریم و اجازه ندیم فرار کنه یکی از همسایه ها از روی در پرید داخل حیات و در رو باز کرد ما هم رفتیم داخل تا از حال سابخونه با خبر بشیم داخل خونه کمی به هم ریخته بود صابخونه نزدیک مب توی پذیرایی روی زمین افتاده بود و از دستش خون می ره. با اورژانس و پلیس تماس گرفتیم کیف پسر رو ازش گرفتیم و دیدیم داخلش پول و طلا هستش همسایه ی دیگه میگه که من پایین نیومدم از پنجره آشپزخونه داشتم کوچه رو نگاه میکردم که دیدم این پسر از خونه ی همسایه خارج شد فکر کردم ممکنه برادرش باشه چون زن همسایه که یه خانم مطلقه است که تنها زندگی میکرد ولی گاهی برادراش میومدم بهش سر میزدن اما یادم اومد که برادراش از خودش بزرگتر هستند و برادری به این جوونی نداره پلیس اظهارات اهالی رو یادداشت میکنه از اونجایی که خونه دوربین های مدار داشته هارد این دوربین ها رو به اداره پلیس میبره مامورا پسر یا همون دکترای اقتصاد گلابی رو برای بازجویی به اداره پلیس منتقل میکنن برای بررسی بیشتر هم به بیمارستانی که زن صابخونه رو منتقل کردن میرن خوشبختانه این زن جراحات شدیدی نداشته و تنها دست چپش چند بار چاقو خورده بوده زن به صورت سرپایی درمان و مرخص میشه اون که در این وضعیت خیلی عصبانی بوده و وضعیت روحی خوبی نداشته به اصرار خودش به اداره پلیس میاد در اظهارات خودش هم اینطور میگه که من از هشت سال پیش که همسرم را از دست دادم تنها زندگی میکردم درآمدی نداشتم ولی برادران من رو تعمین میکردن گاهی هم به هم سر میزدن خونه ای که زندگی میکنم به هم ارث رسیده ولی جدایی از اون از همسرم برام یه ساختمون مسکونی دو تا ماشین و یه هکتار زمین هم به جا مونده بود که زمین و یکی از ماشین ها رو فروختم و پول شو در بانک گذاشتم همه یه وایت های ساختمون رو هم اجاره دادم برادر یه روز با من تماس گرفته و گفت که یکی از دوستاش چند روزی توی این شهر کار داره و دنبال جاییه که برای چند روز بمونه ازم پرسید میتونم برای چند روز دوستش رو توی خونه راه بدم توی رو دروایسی مونده بودم و نمیتونستم درخواست برادر رو رد کنم از یه طرفم دوستش رو نمیشناختم و نمیتونستم نشناخته بهش جا بدم برادر بهم به اطمینان داد که آدم خوبیه و از دوران دانشگاه میشناسدش گفت وقتی کار تموم بشه برمیگرده شهر خودش اثر رو در بایسی قبول کردم قرار شد دوستش با هم تماس بگیره و آدرس خونه رو بگم توی تماس تلفنی متوجه شدم خیلی عصبانی و نگرانه وقتی اومد خونه متوجه شدم آدم درستی نیست خیلی عصبی بود و پشت تلفن با کسایی که حرف میزد کلی بهشون دروغ تحویل میداد کم کم شروع کرد به من پیشنهاد دادن که نمیخوای سرمایه گذاری کنی میتونم برات کارهاش رو ردیف کنم میتونی سود خوبی ازش به دست بیاری با اینکه باهاش مخالفت میکردم ولی اصرار داشت که این کار بکنم کم کم کارمون به دعوا کشید اصرار داشت حتما سرمایه گذاری کنم بعد با خوشگری بهم گفت که حالا که سرمایه گذاری نمی کنی خودم به زور ازت پول می گیرم. بلند شد از سوی جیبشی چاقو در آورد و به سمتم اومد. سری از جان بلند شدم که ازش دور بشم اما سری سمت چپم رو گرفت و با چاقو زخمی کرد. وقتی برگشتم و محکم حلش دادم چاقوش و چرخوند و دوباره دست چپم زخمی شد. ازش که یکم فاصله گرفتم شروع کردم داد زدن و کمک خواستن. اون که دید دارم سر و صدا می کنم و کمک می منو محکم هل داد که سرم به دست مبل خورد و بیهوش شدم این زن بعد از این حرفای خودش از این پسر شکایت میکنه و این پسر هم برای بازجویی برده میشه اونم ما در اظهارات خودش میگه که من برای اینکه بتونم به آرزون برسم این کارا رو کردم من از بچگی توی خانواده فقیر بزرگ شده بودم بچه چهارم خانواده بودم و از لحاظ مالی خیلی اوقات تامین نبودم به درس خیلی علاقه داشتم ولی چون والدینم نمیتونستم منو حمایت مالی بکنن مجبور بودم به کلاس زبان و کلاس تقویتی نرم حتی برای شرکت توی کنکور سراسری هم کتابهای دست دوم میخریدم و تست میزدم همه یه تلاشم رو کردم که یه دانشگاه دولتی قبول بشم تا از پس شهریش بر بیام. والدینم هم همون اول به هم گفتن که نمیتونن شهریه منو بدن وقتی خبر قبولی اومد سر از پا نمیشناختم هرچند که دانشگاه دولتی توی شهر دیگه قبول شده بودم با این وجود کنار درس و دانشگاه کارهای نیمه وقت و کارگری انجام میدادم به سختی تونستم کارشناسی ارشدم رو توی رشته اقتصاد بگیرم اما برای دکترا آرزو میکردم برم اروپا و توی دانشگاه معتبر و به نام دکترای خودم رو بگیرم اینطوری اسم و رسمی پیدا کنم و لازم نباشه چون پول ندارم سختی بکشم من از همون بچگی تو محله بزرگ شدم که خیلی هاشون دزد و کلاهبردار بودن وقتی دیدم نمیتونم با کارگری و کار نیمه وقت پول خارج رفتن رو به دست بیارم به یکی از کلاهبردارای حرفه‌ای محلمون رو انداختم اوایل که باش کار می کردم هفتاد درصد چیزی که به دست می آوردم رو اون برمی داشت منم چون بلد نبودم مجبور بودم قبول کنم ولی حدود پنج ساله که دارم تنهایی کار می کنم تو این پنج سال مدارک قلابی زیادی برای خودم درست کردم با اسمای مختلف و روش های مختلف از خیلی از آدم ها کلاه برداری کردم این اواخر سرمایه لازم برای مهاجرت به اروپا رو به دست آورده بودم ولی تمام باعث شد پول زیادتری بخوام طوری که وقتی برای مخفی شدن تا زمان پروازم به جای نیاز داشتم و دوست دوران دانشگاه از امش خواسته بود تا چند روزی به هم جا بده قصد کردم از امش کلاه برداری کنم و با امتناع اون عصبی شدم و روش چاقو کشیدم وقتی مانه شد حلش دادم که سرش به مبل خورد و بیهوش شد میترسیدم که مرده باشه سری کیف پولی که توی خونه نگه میداش رو برداشتم تا فرار کنم از صحبت های دوستم در دوران دانشگاه متوجه این کیف شده بودم و جای اون رو فهمیده بودم متاسفانه سر و صدای درگیری ما همسایه ها رو متوجه کرده بود. همین که از خونه خارج شدم اونا جلوم رو گرفتن و نذاشتم فرار کنم این پسر اعتراف میکنه که توی این پنج سال توی دیوار آگهی تحت عنوان دکترای اقتصاد میذاشتم و با تومه های مختلف و با وعده وعید های زیاد افراد رو مشتاق سرمایه گذاری میکردم خودم رو در نظرشون خوب نشون میدادم تا اعتمادشون رو جلب کنم و کاری کنم که سرمایهشون رو به من بسپرن براشون سرمایه گذاری کنم اینطوری پولشون رو بالا میکشیدم بعدش هم از اون شهر میرفتم پلیس اسارات این فرد رو هم یادداشت میکنه پرونده اما بعد از اینکه تکمیل میشه به دادگاه فرستاده میشه طی جلسه اول دادگاه اما پسر اتهامهای های وارده رو قبول میکنه و اعترافات خودش رو برای قاضی و کارشناسان حقوقی بازگو میکنه در دادگاه معلوم میشه که این پسر سرمایه هایی که از این افراد کلاهبرداری کرده رو حیف و میل نکرده و اونها رو تو جاهای مختلف سرمایه گذاری کرده و بعد از شهادت دادن شاهدین و مال باخته ها از اونجایی که هیچ کدوم از شاکی ها رضایت نداده بودن قاضی هم در نهایت متهم رو با اتهامات قشه در معامله کلاهبرداری جعل هویت دزدی و سو استفاده به هفت سال حبس و پرداخت خسارت محکوم میکنه عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای زنیه که از طریق اخاذی اینستاگرامی مدت بهش تجاوز میشه و اون صداش رو در نمیاره رو تماشا بفرمایید